از زمانی آستان تا باستان ایجاد و هنر وسیله تربیه انسانیت بوده است. رسالت آن باشد بر شانه آنهایست که در عالم زیبای پرستی، نوگرایی، نگاه تازه و باخردانه و نظر پردازی های سازنده نفس نفس قلبشان تپیده است. نبض قلب های این زمره انسان ها برای فرهنگ و هنر می تپند و با ایجاد و تازه آفری نفس می گیرند. ایشان مثل ستاره های در فضای هنری برای رشد و نموی فرهنگ ملی روشنگری دارند. شیخ سعدی فرموده که ایوها ناس، جهان جای تناسایی نیست، مرد دانا به جهان یافتن ارزانی نیست. بیشک زینت بخش جهان هنر و فرهنگ است که این دو گوهر گران ارزش مال اشخاص ایجاد کردند. آنانی که دلشده این مسیرند و خیش را از آن عالم زیبا و پرجلو بر نمیگیرند و بدون هنر حیات را تصور نمی کنند. جعفر جلال در شمول عاشقان این جاده است و با صدق در جاده ایجادگری گام عشق برمی دارد. جعفر جلال هنرمند شناخته تاجیک زاده ناحیه فرخور می باشد. موصوف مکتب میانه را ختم نموده سال 1985 به فکولته اکتیاری دانشکده فرهنگ و صنعت به نام میرزا ترسونزاده داخل شده. سال 1990 دانشکده مذکور را با موفقیت ختم می نماید. خود همان سال به تئاتر اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی به کار می دروید. ولی عشق موسیقی و آهنگسازی دل او را آرام نگذاشت و او هم مسیر اکتیاری را اختیار کرد و هم دنبال شعر و آهنگ رفت. بندشه شما هنرمند کیست و هنر چیست و عموماً رسالت هنرمند در چی است؟ هنرمند پیش از همه به فکر من باید که باید شخصی آزاد باشد و بتواند که همون خواسته های خودش رو به مردمش پیشنهاد نماید. مثلا اون چیزی که در دلش هست، اون محبت، اون احترام، اون صمیمیت، اون آهنگ هایی که مثلا خیلی نادیرند، خیلی ارزشمندند، بتواند که آزادانه به مردم عزیزش پیشنهاد نماید. و هنرمند اینا هم یک نفرای هستند که در جای اول می ایستند در جمعیت. مثلا هنرمند ها، خیلی هنرمند ها می تواند که شخصیت های مبارزی بزرگ باشند، مثل که در امریکای لاتینی بود پیش، مثلا دین رید بود، مثلا جان لینن بود از اروپا که اینا خیلی صلح‌خواه بودند، مثلا مثل احمد ظاهر و مثل دیگر هنرمندای بزرگی که در دنیا هستند. اینا هم خیلی شخصیت‌های یعنی که مبارز و پاتریوت هستند. شما گفتید که هنرمند باید آزاد باشد، مثلا خود شما چگونه آزادی رو می‌خواید و آزاد هستید؟ من اصلا در کشور آزاد عمر به سر میبرم. خوشبختانه کشور ما آزاد و صاحب استقلال و هر چی که دل ما میخواهد میتوانیم که پیشنهاد کنیم. من خود شما از کی درک کردید، احساس کردید که یعنی ایجاد میکنید موسیقی رو؟ من از خودی بسیار شوق داشتم. مثلا فیلم های هندویی که مرا میبردن در کودکی، وقتی که میبردن از این طرف میرفتم، از اون طرف خوابم میبرد، کی میآوردن یادم نیست. مثلا من در محیطی بزرگ شدم که در اونجا همه در مرکز، همه مثلا تئاتر خلقی بود، کینو تئاترهای زیاد بود، هم کودکانه هم برای بزرگسالا. من در محیط همین فیلم و سینما و تئاتر نمایش‌های داربازی آوردن از ازبکستان، از دیگر مملکت‌ها، من در همین محیط بزرگ شدم. شاید تاثیرگذاری کرده باشم و باز غیر از همه وقتی که خیلی خورد بودم، من در محیط یک هنرمندی بزرگی
که برای بودنش برای هر نفر برای این کشور افتخار است. من از خردی در دایره هنری که مقدس میخوان بزرگ شدم و در آنجایی که من بزرگ شدم هر بیگاه کنسرت میشد و من در قطار نخستین در اول میرفتم مینشستم کودکی 5-6 ساله تا که تنها ببینم که چگونه مقدس سرود میخواند. چشمای آهومانند و خیلی غم انگیز داشت و من از هر یک سرودش که اون وقتا با ترانه چکر چکیدن در تمام اتحاد شوروی محبوبیت پیدا کرده بود، با سرود مثلا در یکی از آزمون های بستان با نام ریسپوبلیکای من شعری استاد احمد بابا کلوف رو خونده بود با یک آواز 10 خال گرفته بود، اینا برای من هم عجیب بودن که چگونه. ای جان من، ای جان من، سلطان من، سلطان من، دریای بی پایان من، بالاتر از این داری من، ای نور 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 من، ای نور خاندان من، ای و شاید که اینها برای من تاثیر گذاشت که از خردی دوست می‌داشتم و در یکی از دفترهای زمانی مکتب خانیم مواد زمان شروعی افتاد که انتخاب کسبی دوست داشته ای تو هم خیلی اینشا می نویستن. من همون وقت نویستم در صف هفتمی که من باید هنرمند تئاتر شوم. برای چی آواز خونه هنرمند تئاتر؟ چون که همون وقتا زیاد تئاترها می اومدن به فرخار، مثلا تئاتر لاهوتی، تئاتر جوانان و یک اسپکتکل آورده بود دیپلمی تئاتر جوانان با نام پری تورنا. این کار دیپلمی بچه های استودیای تاجیکی در مسکو بود. آنچنان برای من پسند بود که من خواستم که مثل اونا هنرمند شوم و عجیب که خوشبختانه یکی از اون نفرهایی که در همونجا نقش بازیده بود نظریمد مصایف بودن، فکر میکنم استاد مشرب و فهم بودن ایبادلو مشرب، اما در اونجا معلمه محبوبه موسایی هم شاید که اینا همه همون هم تحصیل هستند. و بعد از سالها من با معلمه محبوبه موسایی و نقش آفریدم در فیلمی پیوندی شکسته. بله. نقش مادری من رو خیلی عالی و صمیمی بازی نمودن. من هر وقتی که این نقش رو می آفریدم خیال میکردم مادر خودم هست. علی، هدیم را ده، یک خبری خوشت میگویم. چی خبری خوش بچه؟ زنت حامله دار شده است. تمام مال دنیا را هدیت بدهم بچه جان. دوره های خردسالی شما علاقه شعر ایجاد میکردید و شعرهای شما در مجله ها یعنی میبرامد. بیشتر در وصف چی بودن شعرهای خردسالی شما؟ نخستین شعرهایی که صنف 6 بودم 7 شعرهای کودکانه می نویستم و یکی از شعرهایم در هفته‌نامه پیونری تاجیکستان چاپ شده است و این روزنامه در دست من تا حال هست و من در بین 329 نفر بچه ها شعر روان کردن در همون سال 4 نفر بهترین یک تاش من بودم، یعنی آزمون بود. بعد آزمون بود و یک دختره که دیگر از بدخشان با نام گلچینار و نامش یادم نیست، یک پسر دیگر از شهر اوروتپا و شهر اورجینیکی‌زاباد اون وقت حالا وحدت است. ما 4 نفر بهترین ها شدیم. شعرهای نخستین هم بودن، شعرهای کودکی. یادی روی تو چون بودی مهتاب.
یعنی همون آرزوهایی که میکردید در صف هفتمی خواستید که هنرمند تئاتر شوید، همین گونه شد، حجتهایتون را سپردید به دانشکده صنعت. بله، اصلا من نمیدونستم که در تاجیکستان دانشکده مثلا مهارت اکتیوری است. من رسامی سپرده بودم و 22 خال گرفتم، خیلی خالی بلندم گرفتم در آموزشگاه رسامی به نام میرزا رحمت علیموف، چون من از خورده رسامی هم دوست میداشتم و در آزمونی در صنف نهمی هم جای اول رو در تاجیکستان گرفتم. این مجله مشعل دستی من هست با همون تصویر. یعنی همون مجله ها رو از همون خوردی، یعنی پنهان در بایگانی خودی گذاشتی؟ در بایگانی خودم. از چی باشد که من اینها رو با خود نگاه داشتم، من با خود بسیار چیزها رو نگاه داشتم. خیلی خوب. مثلا هم تحصیلای من، هم صفای من، وقتی من رو تبریک میگفتن در روزهای جشن مثلا ارتش شوروی بود، اینها هم با من تا حال هست و یک روزی برای همسیفانم اینها رو پیشکش میکنم، اونا شاید که در حیرت میموند. و شاید این خصلت از همون خورده شما چطوره که گفته تا امروز با شما میروس مونده، زیرا که یک مغازه دارد که اونجا همه چیزای تاریخی نیست. تاریخی هست. برای من خودم تاریخ رو خیلی دوست میدارم و ارج میگذارم و میخوام بسیار چیزایی که تاریخی هم در این دوکانم برای من میارد، من بعض این چیزها را نمیفروشم. بله. حالا که برای من پول زیاد هم پیشنهاد میکنند، چون که اینا تاریخی ما هستند، من اینها را در آثارخانه ها تقدیم میکنم. من در آثارخانه به نام بهزادم چند آثار خیلی گرانبها تقدیم نمودم سالهای پیش و در آثارخانه فرخار خیلی زیاد. ترسم دید حلیم جان. خوبی سختم بوده است. بیرون تاریک شده است. از نصف روزی خواب بودی؟ من گوشته نیستم. من تشنم. من حاضر چای میارم. من تشنه ای آب نیم. تشنه ای تو. چرا مزاحمتتون رو نکشیدید؟ از اون خبری که مادرم به من رساند همه چیز رو فراموش کردم. چه خبری؟ نه تو نمیدانی. با چه هم گفتن که تو انتظاری کودکی. وقتی که من در آموزشگاه رسامی داخل شدم، اینجا امتحانات پیشتر سر میشود، یک زن از وزارت فرهنگ روس، خیلی زنی زیبا و خیلی قد بلند، وقتی که من از صف ارمیا آمده بودم عسکری، نزد من اومد، گفت تو خیلی پسر یعنی که خوش تیپی، تو زیب اکتیاری داری، هنرمند. من گفتم که من نمیتوانم مسکو روم. گفت نه، در همه جا هست. من حالا به دانشکده زنگ میزنم که تو را حتما به اونجا قبول کنن. و من رفتم، نخستین بار در همون اودیتوریا میگن که ما با رستم این رستم هم تحصیل ما است، نوسیر سعی، رستم شوازی دیگر، اینا با ما در یک جو یک بودن. وقتی اون اودیتوریا در اومدم، استاد، نخستین استادای بزرگ رو دیدم در حالتی کیا بودن اونها؟ همین که در اومدم استاد احمد بابا قروف. اینو اصلا من هیچگاه ندیده بودم، تنها طریق تلویزیون. استاد ملیکا حلیم بیکن، یا شخصیتی خیلی جدی، سارا مظفر شای و استاد مهربان نظروف، خیلی شخصیت ها. و من نخستین بار وارد شدم و اونا دیدن من گفتن که تو از کجا چگونه اومدی؟ من گفتم با من راه خط دادن که همینجا باید یعنی که در همینجا تحصیل نمایم. و نخستین بار همونجا من قبول نمودن، معلمه سارا از دستم گرفت، گفت که اینا تجیرن به این شبه قبول نموید. و از همون روز شروع شد، ما طول یک ماه تیاره می دیدیم تا آنکه امتحان ها سر می شد. در اونجا 380 نفر حجت سپاریده بود، 14 نفر قبول نمودن. تاری نالی گیتاری من توی
میلودی محبتی من تاری من توی سینفونی مکملی تصنیفی ابریش سینفونی مکملی تصنیفی ابریش رگ‌های راکی گیر یا ای رگ‌باری من توی در تار تاری ناله ای گیتاری من توی ارزوی شما بود هنرمند تئاتر شدن یا هنرمند سینما شدن، پس چرا در تئاتر هم فعالیت کردید؟ سبب چی بود؟ میخواهم در تئاتر کار کنم، اما گپ سر این که وقتی که من بار آخر به تئاتری به نام استاد لاهوتی رفتید، از گروهی ما چهار نفر بار آخر بود، ما در این تئاتر کار میکردیم و نقش اساسی بازیدم در تئاتر سال 1990 تا 92 در دوغج استاد محکم حاجی قلوف ما چهار دانشجو چهار همکورس نقش های اساسی بازیدیم و در تمام تاجیکستان با این نمایش سفر هنری داشتیم که این مسرکه خیلی در سطح عالی بود، اما محیط تئاتر برای من خیلی تنگی میکرد، من میخواستم که اون چیزی که دلم میخواهد اون رو انجام بدهم. یعنی دلش مو چی میخواستم اون لحظه؟ من اون آهنگ هایی که زمانی دانشجویم ایجاد کرده بودم خیلی زیاد اونها رو میخواستم که به مردم عزیزم پیشنهاد نمایم و تا جای نه تا جای نه اونقدر پیشکش کردید که وقتی سروده های شما رو شنونده میشنود باور کنید حسی وطن دوستی بیدار میشد. کیستم خاری وطن کیستم خاری وطن گر نه تو باشی و نه من چشمی بیداری وطن چشمی بیداری وطن گر نه تو باشی و نه من کیست تا سنگ اگر نیست سر خود بینیهد کیست تا سنگ اگر نیست سر خود بینیهد پای دیواری وطن پای دیواری وطن گر نه تو باشی و نه من گر نه تو باشی و نه من گر نه تو باشی و نه من کیست غم خاری وطن در آلمان بودم سال گذشته خوشبختانه در جشن 25مین سالگرد استقلالیت وقتی من در اون بانک باید کنسرت میدادم بانک دویچ بانک میگن بزرگترین بانک اروپا 200 نفر مهمونا
از تمام سفارت ها با احترام مردم تاجیکستان آمده بودن و وقتی من تیاری میدم همین با همین لباس هم کمی دیگرگون و وقتی که نماینده امریکا در آمد از فرانسه و ایتالیا و ایران و همه بلاروس دید وقتی اون پسرم خیلی قد بلند بود قدش بلند بود اما وقتی وارد شد چگونه که وارد شد در این زال بزرگ راست به من نگاه کرد و با هیچ کس سلام نگفت اومد و با من سلام کرد و گفت که با انگلیسی گفت که تو دیپلمات هستی و گفتم نه گفت تو یگان چی بیزنسمنی گفتم نه گفتم آی ام سینگر یعنی گفتم من هنرمند هستم او شاکی شد گفت از کدام دولتی تو مرا نگاه میکرد قدیما میگفت تو از کدام سرزمینی من گفتم تاجیکستان گفتم من گفتم تاجیکستان بعد همین نشان دادم مانیتور خیلی بزرگ تصویر همین کوهستان تاجیک و او خیلی از این خرسند شد برای منم افتخار بود که چون این میگفت تو چگون از کدام سرزمینی شدی به سر قد بلند با در تصویر خوشبختانه رئیس جمهور را نشان میدادن که در انگورزار همین شهرینا یا ترسونزاده یا خوشای خیلی بزرگ خیچی میکرد در سبد میگذاشت که این وقتی نگاه کرد گفت واو امام علی رحمان ای پرزیدنت رسپوبلیک تاجیکستان آسان بوده است به همین روزها رسیدن؟ چی ها را پشتی سر کردید برای مشهور شدن؟ خیلی مشکل است تا این روزها رسیدن ده ها سرود هایم موفق نشدن در استودیو ها این موفقیت ها هیچگاه من در فکر این موفقیت ها نیستم که من باید که حتما شهرتیار شوم هیچگاه حتی باره در این باره فکر نکردم من تنها در فکرم که چگونه این آهنگ ها را سب نمایم اگر که تو فکر بکنی که من باید مشهور باشم هیچگاه فکر میکنم که این کار نمیشود همه این لحظه ها ناگهانی است ناگهانی حتی در خیال تو نیست که همین کارها رخ میدهد برای من همین باغ زیبا کو همین باغم خاطره های زیاد دارد من در این باغ دو مرتبه در جشن چند مرتبه اما دو جشن بزرگ یکی در جشن نوروز 2008 و در روز جشن تاریخی 316 شروع اولی 2007 سال من با تابیش سرود ناموسی وطنداری را خواندم که شخصا رئیس جمهور از ما سپاسگزاری نموده است وطن ای مادری از طاقت تحقیر خسته وطن ای شهچناری از شمالی جهل بشکسته
زیبادی صد هزاران سال علم های تو بر یادم رسند، فریاد خواهم کرد وطن با نامی تو، با ننگی تو، با عشق مجروحی نبردی تو، بجای عاشقانی غرمرگ و شعر مردی تو، بنای شهرت و شانی تو را بنیاد خواهم کرد، تو را آباد خواهم کرد. بگنجی گوهر باری پاکی زد بجانت 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 قسم، بهر برگی سرخی گلی لالت، به آرمانی خوش خفتگانت قسم. کی جان و تنم را فدایت کنم، همه هستیم را بپایت کنم. کی جان و تنم را فدایت کنم، همه هستیم را بپایت کنم. من مخلصان شما رو همچون آوازخوان یا همچون آهنگساز بیشتر میشناختن، ولی در فیلم پیوند شکسته وقتی نقش آفریدید در فیلم بسیار سیرگی و یعنی بیننده درخ شد که جعفر جلال هنرمند نیز بوده است و هنری اکتوری خود را نیز اثبات کردید به بیننده، به مخلصان خود. میخواستم بفهمم که در چگونه فیلم ها نقش آفریدن میخواید خود شما؟ اصلا من خودم هنرمند تئاتر هستم. من شعبه سینما و تئاتر را ختم نمودم و براخه در تئاتر به نام استاد لاهوتی کار کردم و در این فیلم پیوند شکسته یکی از نقش های اساسی را به من باور کردن و تا جای خوب بود، اما من خودم آنقدر از نقش آفریدم تا جای راضی نیستم، چون که ممکن بود این فیلم را ده ها مراتب خوبتر بازید، اما با وجود به مردم به نهایت به اندازه پسند است. میگویم که تئاتر و سینما یعنی تربیت کننده انسان ها است، یعنی آینه است که مردم کم و کاست خود را در آن میبینند و اصلاح میشوند. میخواستم بگویید که سرود چی، موسیقی چی میتواند مردم را تربیت کند؟ سرود هم این خودش مثل یک داستان است، این هم یک کتاب است که تو در چند دقیقه یک کتاب را با پورگی اگر تو دو روز بخونی یا سه روز یا چهار روز، تو در چهار دقیقه یا پنج دقیقه یک کتاب را تو قصه میکنی. فکر میکنم تأثیر سرود نه کمتر از فیلم است. مثلا سرود سوگند وطنداری، آیا شما میدونید که صدها نفر، هزارها نفر، کودکان، بزرگسالان، دیروز بچه های جوان، مثلا خوانندگان صف 11 از شهر پنجکن به دوکان من آمدند تا که از نزدیک ببینم و سپاسگزاری نمایم. شما تصور میکنید بچه های خواننده های صف 11 مثل کلان سالان، بزرگسالان با من حرف میزدند. خیلی این جالب بود برادر، چقدر این سرودها در ما افتخار ملی را بیدار ساخته است. میدونی این چقدر تاثیرگذاری میکند؟ یا ممکن است که یک پیرزن 94 ساله از شهر استراوشان که 64 سال معلمه بوده است از ما سپاسگزاری کند؟ این چی افتخار بزرگ است. پنجوی پنجوی جانی من، هرچی می جویی بی جو، پنجوی پنجوی جانی من، هر
چی می جویی بی جو بی کرام بحرست گوهر بی حساب بی کرام بحرست گوهر بی حساب هر چی می جویی بی جو هر چی می جویی بی جو لفظی شعر و دلبری فارسی گویی دری گویی ورا هرچی میگویی بگو هرچی میجویی بجو هرچی میگویی بگو سرودی که در وصف پرچم یعنی ایجاد کردید پیشکش مخلصان کردید باور میکنید وقتی که میشنویم ما هم مثل همون پرچم بزرگمون یعنی بالافشان میشویم پرافشان میشویم بالکشا بالکشا رنگی برنگ سبز و سفید و لاله رنگ تاج ستاره هات قشنگ تاجی سر است ای وطن آیا هزار سال قبل یا 500 سال قبل یا 100 سال حتی قبل کسی باور میکرد که بزرگترین پرچم در پایتخت ما پرتاب افشانی خواهد کرد ما از این خیلی افتخار داریم و از پرزیدنت کشورمان سپاسگزاریم پرچم ننگ و نامی ما برای جسم و جانی ما نور و ضیای چشم و دل پرچمی کاویانی ما پرچمی ننگ و نامی ما برای جسم و جانی ما نور و ضیای چشم و دل پرچمی کاویانی ما بالکشا 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 رنگی برن سبز و سفید و لال رن بالکشا 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 رنگی برن اخوستی سرودی که خواندم عاشقانه بود بازای ای بهار گل افشانم و این سرود تا امروز خیلی برای مردمم پسند است من این رو وقتی که در اروپا هم خواندم و خوشبختانه دو مراتبه دیگر از من دیگر ملت ها نه فارسی زبان ها ملت های اروپایی از من خواهش کردن که چقدر این سرود زیباست اونم ایجاد کرده خودشون بله من سال 93 این رو ایجاد کردم و اون همون سال تاریخ تلویزیون اون وقت یک تلویزیون بود شب و روز پخش میشد و سرود های زیاد دارم عاشقانه ناسپاس نیامدی سرود های دیگر اما این سرود ها برای من در این زمانی که استقلالیت شد کمی من از این دور افتادم چون که برای من سرودهای وطنی مهمتر بود ماهای نزدیک من میخواهم که سرودهای عاشقانه خودم را برای عزیزان بینندگان عزیزم تقدیم نمایم بازای بر ایانی
فضا کی عهدی ابرو بهاران است وضا کی بهترانه ای چشمان است چشمی تری من است نباران است نباران است. آن سروده هایی که ایجاد کرده بیشتر آنها در وصف وطن هستند و مردم را یعنی هدایت میکنند برای وطن را دوست داشتن، یعنی تربیه می نمایند نسل جوان و نسل آینده. سبب همه ایجاد این سرودها این مهر، یعنی صمیمیت بی اندازه نسبت به این سرزمین است که از خردی ما را یعنی که تربیه می نمایند، مثلا در خانواده، مثلا در کوچه، در آن کوچه که تو بزرگ شده ای مثلا تاثیر گذاری میکند، در آن مکتبی که تحصیل نموده ای استادان و در دانشکده، همه اینها تاثیرگذاری میکند در مجموع که یعنی که مهر وطن در شعور ما، در دل ما یعنی که پیدا میگردد. و اینم طول سالها وقتی که تو بزرگ میشوی همه اینها مثل یک خزینه، همه این محبت ها مثل یک خزینه در دل تو جای میگیرد و این را میخوای که به ملتت پیشنهاد نمایی، مثل که مثلا شاعران شعر میگویند و نویسندگان یعنی اثرهای بزرگ میآفرند، آهنگساز آهنگ و هنرمندان آهنگ و شعر و ترانه. من هم به این خاطر این محبتی بی اندازه را با واسطه همین آهنگ هایم به مردم عزیزم پیشنهاد نمودم. آن چیزی که آرزو داشتید پس از آن آرزوهایی که یعنی عملی شدند امروز ها چی آرزو دارید؟ میخواهم که برای این مردم عزیزم زیاد خدمت بکنم، یعنی سرودهای خیلی ماندگار، سرودهای تاریخی، سرودهایی که برای این ملت خدمت کرده باشند، اینها را به مردم عزیزم تقدیم نمایم. اگر خداوند به من دست بدهد حتما این کارها را انجام میدهم و همیشه در جهد و تلاش هستم. این وطن را باید همیشه سرود، چون که خیلی این سرزمین زیباست. شما ببینید که شما آیا در ماهی فصل زمستان فرا رسیده است، اما سرزمین ما بهشتی. ببینید گلها را، گلها نو میشکفند. ببینید چقدر اینا زیباست. این زیبایی را با یگان پول و مال نمیتوان ساخت. مثلا من در همون دولت های بزرگ عربی بودم، در دبی، کویت و دیگر، اما اونها همه این چیز را صنعی می سازند. در اون تالاری که ما را بردن رزیدنس میگن، جایی که امیرنشین بود، یگانه بچهای تاجیکستان را بردن مهمانداری، اونجا یک باغ ساختن که
آب میماندن و اون آب در اون گرمی بیشتر و بیشتر یعنی که بوغ میشد و نفس تنگ شده بودیم. اما اینجا چقدر هوای مصفا با قول خود پرزیدنت کشورم بهشتی روی دنیا خداوند همین سرزمین را برای ما میراث گذاشت. این سرزمین را باید ما از صمیم دل دوست داریم، نه رویکی. من خواهش میکنم از همدیاران عزیزم، التجا میکنم که ما باید به قدر این زیبایی ها برسیم. ما هر لحظه باید کار بکنیم، نه اینکه بیگانه ها برای ما کار میکنن یا برای ما پول بدهن. بگذار بی پول هم برای این سرزمین حق داریم که کار بکنیم، چون که پاداش را خداوند به ما میدهد. و تاجیکستان سر هر سنگ تو بر من وطن است، برای هر خوشه و خار تو برای چمن است. ذره نیکم اگر درسی تو از بر کردم، ذره خوبم اگر عشق تو میراثی من است. یعنی که همه این زیبایی، همه این خلق و اطفال خوبی که در ماست، این میراث از گذشتگان ماست، از بزرگای ماست، از همین فضایی که ما نفس میگیریم. و من به همه همدیاران عزیزم سلامتی، خوشحالی و زندگی پر از نشاط را آرزو دارم. جعفر جلال سراپا دلداده کسب خویش است. گاهی آهنگ می سازد، گاهی ترانه عاشقانه وصف عشق می سراید و گاهی نقش می آفرد. او به هنر و ایجاد خویش را تصور نمی کند. به قول خود او، هنر و فرهنگ است که او زندگی را عاشق است. دوباره می سازمت وطن، اگر چی با خشت جان خیش ستون و سقف تو میزنم، اگر چی با استخوان خیش، اگر چی صد سال مردم به گور خود خواهم ایستاد، کی بر درم قلب اهریمن بنار آن چنان از وطن، اگر چی با خشت جان خیش دوباره می بخشم توان، اگر چی بیش از توان خیش دوباره می سازم از وطن، اگر چی با خشت جان خیش دوباره می بخشم توان، اگر چی بیش از توانی خیلی.